موجودان کره توجیک در روسیه از مرزبانان این کشور شکایت دارند که آنها را مجبور میکنند ریششان را پاکیزه تراشند وگرنه به عبوری سرحد اجازت نمیدهند. بیشتر شکایت ها از موجودان میرسد که اخیرا مرز روسیه و قزاقستان را عبور کردند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است و از او میپرسیم که تا این لحظه چی جزئیات را معلوم کرده است. سلام عبدالله. بگو که طلبی رشتراشی مشخصاً در کدام منطقه مرزی روسیه صورت میگیرد و مهاجرانی که به واسطه شاهد آن شدند چی میگویند؟ سلام شهلا. بیشتر مهاجران کره تاجیک از طلبی رشتراشی سرحدبانان روس شکایت میکنند مرز روسیه و قزاقستان را عبور کردند. بیشتر شکایت ها از مرزبانان گذرگاهی مشتاکوو در سرحدی ولایت آرنبورگ روسیه با قزاقستان است. ظهورالدین غیاسوف مهاجر کره تاجیکی در شهر مسکو در ساحه ساختمان مشغول کار است. روزی گذشته خود شاهدی این طلبی مرزبانان روس در گذرگاهی مشتاکوو شده است. مدرم تاکسیه که از اونجا پاک سرحد میبرد سهور شدیم، یک کمی رفتیم، در رفت گفتن که یکم و یک پاریگمخیر در اومده ریشتونه گیریم، کسی که ریش داره ریشتونه گیریم که در اونجا مجبور میکنن که ریشتونه تراشیم. روسی گفت ما شخصا من خسته شدگی بودم، این شوفی قدید دو دادیم که تیزتر بیابریم با باور نکردیم. گفتیم او بچه که ریشش در روز بود او را مجبور کردن که ریش تبگی قیچی آوردن، لیزه آوردن، بردن در اوجا ریش تراشدن. روسی گفت من هم یک سه روز ریشم تراشدگی نبود، من هم دیگه در تشویش غلطیدم. غیاسوف و همسفران او تنها پس از گرفتن ریش حق عبوری مرز روسیه را دریافت کردند. این همصحبتی ما گفت از این گذرگاه شمار زیادی مهاجران کره تاجیک عبور میکنند و مرزبانان از همه طلب مینمایند که به خاطر قیاس چهره با صورت شناسنامه ریششان را تراشند. اما عبدالله چرا مهاجران تاجیک زود زود از مرز باید عبور کنند؟ شهلا، بنابر مقررات قانونهای روسیه مهاجران کره تاجیک هر سه ماه برای قانونی کردن بودوباششان مجبورند مرز روسیه را یک مرتبه عبور کنند. این است که مهاجران بیشتر به گذرگاه های نزدیکترین روسیه با قزاقستان آمده مرز را میگذرند و در فاصله چند ساعت دوباره وارد قلمرو روسیه میشوند. در مسیر روای مهاجران تاکسیران های زیاد نیز فعالیت میکنند که اکثرتشان باز هم مهاجرانند. سپاس عبدالله برای معلومات. زمینان مسئله داشتن ریش سالهای اخیر یکی از موضوع بحث برانگیز در تاجیکستان هست. مقامات تاجیک رد نمیکنند که به ریشداران با شبهه مناسبت میکنند. بیشتر رفتار جوانان تحت نظارت قرار میگیرد که ریشی دراز و مویلبی تراشیده دارند، اما مقامات بارها گفتند که ریشی کسی مجبوری تراشیدن نشده است، بلکه آنها تقاضا میکنند که ریشی دراز به ترتیب درآورده شود.